سلام و خوش اومدید به کانال گیمیار. این شما و اینم اولین قسمت از بذار جمع درست کنم واکتوری فارسی جی تی ای آی وی که طبق نظرسنجی که نتیجه‌اش رو روی صفحه مشاهده میکنید جی تی ای آی وی با اکثریت آرا به عنوان جی تی ای بعدی کانال گیمیار انتخاب شد. قرار کرد به بسم الله تا میمه و سلامش انجام بدیم. با امکانات ویژه اومدم پیشتون، نور پردازیمون با استفاده از یک گوشی هواوی در با داغونه، واقعا نعمتی، اگه این نبود اصلا قیافه من معلوم نمیشد. میخوایم از اول تا آخر بازی رو انجام بدیم، کل ماموریت اصلی، و از اونجایی که جی تی ام صدا نداشت رفتم صداش هم دانلود کردم، صدای ماموریت هاشو، که ماموریت هاش هم با هم دیگه صداشو ببینیم، اونا که مهمه رو راجبش صحبت کنیم، و تمام آیتم های مخفی همه چی انجام میدیم تا توی قسمت پروگرس بازی 100% ظاهر بشه. امیدوارم که کلی حال کنیم. ضمن اینکه یکم تنظیمات بازی آوردم پایین علاوه گرافیک و درو دیستنس و از این چیزا، چون میخوام با کیفیت بالا ضبط کنم و به دلایل امنیتی نمیتونم آنتی ویروسمو خاموش کنم، خطرناکه. بزنید بازی جدید شروع کنیم. کجا باید میرفتیم؟ واسه قیافمو فعلا بردارم از اینجا. شما که قیافه منو میبینید اونجا. او شت، اولین شت این واک ترو هم با هم دیگه دیدیم. خب یه بازی قبلا بازی کرده بودم، سیو کرده بودم، باید بریم از اونجا، باید از اونجا یه دونه نیو گیم شروع کنیم. ایول بیا اول کاری باید سانسور رو شروع کنم. بذار اینجا رو قطع کنم تا سپایل نشه. شد دیگه، حالا حتی چیزی معلوم نیست دیگه، کچلوار تنشه. خب قیافه رو بردارم، نیو Yes. بیا اول کاری ببین چی میاد. خب این صحنه اول بازیه، با موزیک فوق العاده عالیش که من از همه جی تی ای موزیک این جی تی ای بیشتر دوست دارم. The Cousins Bellic، پسر موهای بلیک. بی تربیت، الان با نیکو آشنا میشیم. این نیکوه، شخصیت اصلی بازی، که توی کشتیه با رفیقاش داره میره وارد نیویورک شه برای اولین بار. نیکو یک مهاجره، الان داره وارد شهر نیویورک میشه بره پیش پسرموش رومن که 10 سال توی آمریکاست. این شما و این لیبرتی سیتی. از همین اول جو بازی معلومه که در خلاف دوباره شروع شه. ببینید همه چی قاچاقی و ماشین دارن باز بسته میکنن. سرزمین فرصت ها، آرزوشون دقیقا مثل ماست که بریم آمریکا دیگه می خونه داشته باشیم با چمن و سگ و این چیزا. الان گفتش که پسرموی من رومن 10 سال تو آمریکاست. البته اینو نگفت که 10 سال تو آمریکاست، اینو خودم میدونستم، و همش داره میگه اینجا عشق و حال و پر زن و ماشین و این چیزاست و اینا، با این دید میخوام برن آمریکا. خب جی تی ای هم تو که میدید که وقت شهرهای واقعی رو استفاده نمیکنه و اسمای فرضی استفاده میکنه، مثلا لیبرتی سیتی وجود خارجی نداره ولی منظورش نیویورکه. حالا دلیل مهاجرتش گفت که یکم تو کشور خودش که سربستان خرطوخر شده و تصمیم گرفته بیاد به لیبرتی سیتی و یک شروع جدید رو تجربه کنه، و این بازی واقعا قشنگه، به ما این فرصت رو میده که همراه با نیکو یک تجربه جدید داشته باشیم، یک تجربه واقعا لذت بخش. من که خودم اولین بار این جی تی ای رو توی ایکس باکس بازی کردم، موقعی که ایکس باکس داشتم، و واقعا بهم حال داد. بازی محصول سال 2009 و یه تحول بزرگی بود تو زمان خودش با توجه به گیم انجنش و گرافیکش و امکانات گسترده تری که نسبت به سری قبلیش داشت. این هم از این نیکو برای اولین بار با لباسای عجیب غریبش وارد آمریکا شد، و الان کسی میبینیم که تا آخر بازی باش سر و کار داریم خواهیم داشت، رومن بلیک، پسر عموی شیطون و یکم کم عقلش که باش آشنا خواهیم شد. و
و یکم هم روسی صحبت میکنن، روسی و سربی. رومن 10 ساله که الان توی آمریکاست و خب یه شرکت کوچیک تاکسیرانی داره اداره میکنه و یکی دیگه از دلایل اصلی که نیکو مهاجرت کرده به آمریکا تا بره کنار دست پسر عموش و اون راه چالش رو نشون بده. سرزمین فرصت ها، چیزی که بارها بارها میشنوید. بیا همین اول بسم الله. Just take over the world someplace else, yeah, right? Buddy. You're in the hey, goddamn way. Screw you! Screw you all! حالا ایشون هم چتمست شده و اولین تجربه ماست در بازی باید رانندگی کنیم و قسمت اول فقط حال و هوای بازی رو میبینیم و الان گفتش بریم به کاخت دیگه، درسته؟ و رومن خالی بد میکرده کلی براش. الان میبینیم بیا. اینم گفته سپورتس کار دارم و کاخ دارم، ولی الان با هم دیگه میریم ببینیم که توی شرایطی زندگی میکنه. آه بسم الله. آخش اگه دست گرافیک پایین جی تی ای سن اندریس خسته شدیم. تازه من خودم گفتم با کیفیت خیلی بهتری بازی میکنم، چون میخوام با کیفیت بالا ضبط کنم مجبور شدم که یکم درا دیستنس و گرافیک بازی بیارم پایین. ولی بس اینم بگم چی گفت. الان یه چیز خیلی قشنگ توجیه کرد، گفتی چرا نمیریم کل شهر رو نشونم بدی؟ گفت چون تروریست تو شهرهای دیگه است و پولا رو بستن، مثلا برای اینه که ما نمیتونیم بریم اول بازی شهرهای دو و سه. ولی خب همه میدونیم که اگه ماموریت‌ها رو رد کنیم مشکلی نخواهیم داشت برای رفتن به شهرهای بعدی. خب اینجا نیکو یکم چرت و پرت میگه، بخشید رومن یکم چرت و پرت میگه، میگه این کاخت بود؟ میگه نه بابا اینجا موقتیه، کاخمو به زودی میسازیم. خب حالا قراره بریم توی خونش و جایی که یادمه، آها بیا باید سانسور کنم اینجا رو. این اون کاخی بود که برای بدبخت ترسیم کرده بود. این خونه رومنه و ما هم میتونیم ازش استفاده کنیم. یه سوسکو همه چی هست. Cousin, it's so good to see you. بابا چه جای مجللی واقعا. زارت. بعد کم کم به این لهجه عادت کنین، لهجه‌ای که تو آخر بازی باش سر و کار خواهیم داشت، لهجه روسی و اروپای شرقی. So you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? میگه ماشین لاکچریت کو. خب اینو نمیتونم ترجمه کنم، زشته. میگه تو نامات کلی برای من و ننم مینوشتی که همه چی دارم، پول، چه میدونم ماشین خوب، پر فرصت. میگه اومدم اینجا و تنها چیز بزرگی را به زندگی تو دیدم سوسکای توی خونت بود. میگه آره چرت گفتم، ولی باید قبول کنی که بهترین خالیوندی هستم که تا حالا نزدیک دیدی. میگه تنها چیزی که اینجا نیاز داشتم یه آدم خوب بود، درست مثل تو. What about you, cousin? What about me? Why you live home after all this time? میگه برای چی؟ تو برای چی اومدی؟ تو برای چی خونه رو ترک کردی؟ میگه یه مدت شنیده بودم به وسیله به ارتش، ولی الان اینجایی. میگه خب الان نمیگم بهت، هر موقع وقت شد بهت میگم دلیل اصلی مهاجرت هم چی بوده. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that.
ships were fine. Those before that. Two things. دو تا دلیل اصلی. During the war we did some bad things. And bad things happened to us. خب نیکو توی زمان جنگ سربستان و بوسنی توی ارتش سربستان بوده و داره از خاطرات اونجا رو تعریف میکنه که روزای خیلی بدی بوده، هم کارهای بدی کردن و هم چیزای بدی سرشون اومده. من خیلی جوون بودم و جوگیر بودم، بی خودی عصبانی بودم و کارهای بدی کردم. خب اینجا نتونست دلیل اصلی مهاجرتش رو کامل تعریف کنه و بعداً آشنا خواهیم شد باش. الان به نیکو گفتش که من میخوام برم شرکتم یه سری بزنم و تو هم بیا من رو توی شرکتم سر بزن. و اولین باری که اسم ولاد رو میشنویم، ولاد یکی دیگه از کاراکتر بازی که در مأموریت آتی باهاش آشنا خواهیم شد. اینم از این، من ماندم تنهای تنها. اینم سیف هاوسمونه، اولین سیف هاوسمون، خونه مشترک ما با رومنه که لطف کرد واقعا داد به ما. 25 دلار هم پول داریم. ایوا چرا باید سانسور کنم؟ 24 ساعت فقط باید سانسور کنم اینجا رو. اگه خب یوتیوب فقط میذاشتم مشکلی نداشت، ولی باید تو این آپارات هم بذاریم دیگه. حالا اونجا هم دنبال کننده زیاده و خوش آمدید به GTA IV. و به عنوان اولین مأموریت خب باید بریم پیش رومن رو ببینیم. و این ویدیو معرفیم بود، الان میایم پایین. اینجا رو معرفی میکنه بمون. اینجا پارکینگ لاتمونه، میتونیم ماشینمون رو پارک کنیم. و اون برم یه هات داگ فروشیه، اونه مثل فلافل فروشه ما. یه چیزی هم دارن تاکو، یه غذای مکزیکی، اون دیگه ته معادل فلافلشونه. یعنی ما که میریم فلافلی، اونا میرن تاکو فروشی تاکو میخورن. جورتون که کم شد میتونید بیاد از این داداش خرید کنید، خیلی بهتره، گیم انجین پیشرفته تر، خیلی بیشتر حال میده. امیدوارم که سری خوبی رو با هم دیگه تجربه کنیم. خب الان که ولنج غلط خاصی نکردیم، باید بریم شو رومن. فکر میکنم برای ویدیو معرفی واکترومون عالی باشه و تا ویدیوی بعدی که اولین مأموریت GTA IV خداحافظ همگی.